سلوات و درود خدا بر شما عباد صالح در مناجات شعبانیه میخوانیم خدایا گناهانی را در دنیا از من پوشاندی که در قیامت بر پوشاندنش محتاج تر بودم گناهانم را در دنیا برای هیچ شک از عباد شایستت آشکار نساختی پس مرا در قیامت در برابر دوستان و بزرگانت مفتزه مفرما الهی آمین خداوند ستار العیوب هست و همین ستارالعیوبی یکی از نعمتهای پنهان خداوند متعاله که امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید اگر خداوند پرده از اعمال ما کنار بزند حتی تن مرده ما روی زمین میماند فرزندان ما هم جسد ما را بر نمی دارن تا جایی که بوی تعفن این بدن همسایگان را آزار خواهد داد خدا رو شاکر این بابت همه نعماتش و امروز یک شوق خاص بابت ستار العیوبیه خداوند تا در خدمت شما خوبان هستیم در بخش دوم برنامه و گفتمانمون با جناب حجت الاسلام شیخ مجتبا روفی پیرامون مباحث معاد سلام علیکم و علیکم سلام اسعد الله ایامکم ایامکم شما رو چون بعد از تحویل داریم اولین برنامه‌ای که در خدمتتونیم سال نو هم بر شما مبارک باشه بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما دوست عزیز و بزرگوارم جناب موسوی و بینندگان محترم شبکه جهانی به طور با سلام سلام بله کم سعادت بودم و تمنا می‌کنم تبریک عرض می‌کنم ان شاء الله حالا بهش میگن نوروز باستانی ولی پشتر به سال اون... نو میگیم که حالا نو. درگیر نوروز و نیروز و خب. چه روزی بوده است و چه میشه آره بله. روایت متعدد در مورد بله. روز اول سال بیان شده حالا محوری چه اتفاقاتی در نوروز افتاده و بالاتر از این اعیاد شعبانی یا خدمت تمام شیعیان و محبان حضرت صاحب سازان تبریک و تحنی ترز میکنم ایام ایام ولادت آقا علی اکبر هم هست و یک مسیر نشان داده شده ای از تبعیت از رهرو بودن از تابع بودن که نام نام ماندگار می شود ما نگاه نکنیم به اینکه آقا زاده یا آقا ابا عبدالله الحسین است تو مسیر بوده حرکت کرده قدم برداشته ما افرادی داشتیم در فرزندان اهل بیت اسمت و تارت که تابع نبودند در مسیر ولایت حرکت نکردن نامشون هم اگر به زبان جاری کنیم بگیم انشاءالله که خدا از سر تقصیراتشون بگذره چون جزء صادات و محبان اهل بیت اسمت و تارت هستند در خدمت تو قربان شما آمدیم و به ابتدای سکرات موت رسیدیم سختی جان دادن حالا چه کسانی و چه دسته و گروهی به سختی جان خواهند داد چه دسته و گروهی به آسایش و راحتی جان خواهند داد و نظایر این موضوعات رو در یکی دو برنامه گذشته با هم بله. گفتگو کردیم ولیکن باز قول دادیم که ادامه بدیم چون به ابتدای مسیر تازه رسیدیم بله ما هنوز شروع نکردیم یعنی بعضی از مواقع خب بعضی از دوستان گل من بودن که چرا انقدر ساده داره بیان میشه گفتم خب ما باید بیننده خودمونم ببینیم تمام مخاطبان ما اهل علم نیستن تمام دوستانی که بیننده برنامه هستن شاید بار اول میشنوه که همچین اتفاقاتی قراره بیفته فقط مرگ را دیده شنیده چون مسئله است که مرگ مسئله که حداقل همه بهش از آن دارن اعتراف میکنن دیگه آقا مرگی وجود داره چه مادیگرا باشد چه مؤمن باشد چه در مسیر خلاف حرکت بکند آقا به عینه همه افراد در این کره خاکی مرگ را دیدن و اعتقاداتی دارند که انا میبینید در بعضی از کشورها مردگان خودشون از قبل خارج میکنن لباس شیک بهشون میبوشونن چون معتقدن اینا در دنیای دیگه دارن زندگی میکنن خب پس مرگ شد که مقوله که همه بهش باور دارن اما امروز میخوام یه مقدار اینطوری صحبت بکنیم که مرگ تازه آغاز یک راهه شما مثلا مثلا میخواد تو یک مسیری که برید مثلا حالا جاده هایی که الان یه مقدار خیلی بهتر شده نسبت به قبل یادتون یه سفری میخواستیم بریم جاده های قدیم قم اسوان یادتون هست بالا پایین سختی های راه خودش دو بانده نبود مثلا دو طرفه بود بعد حواست باشه بیای ماشین از رو نیاد خیلی سخت بود این راننده های عزیز خیلی سختی تحمل میکردن تا یک مسیر رو برند بید. الان راحت اون از اون لاین خودش میره این از این طرف رفت و برگشت مسیرها نسبتا آسان تر چون کار شد حالا در حدی باید. که تونستن کار کردن من سازنده مسیر خودم هستم در زندگی بعد از مرگ منم میسازم منم آباد میکنم خودم ما... مهندس ناظرم خودم مجریم هم... مجریتر هم یعنی عرض کردیم جلساتی گذشته که بیان فرمودن از دنیا مزرعت الاخره بله مزرعت الاخره مقدمه اولش مرحله اولش همین سکرات هست عدیله هست و مرگ هست یعنی مرگ اولین مرحله است من میدونم چه کردم که در این دنیا تو اون مسیر سرفراز باشم چقدر اطلاعات کسب کردم <applause> شما اگر الان یک کارشناس ساختمانی بیاد اینجا یه شخصی که اهل فن باشه بهش میگه آقا من میخوام یک ساختمان زیبایی بسازم که در خور شعن من فلان شخص باشد میگه که مثلا دویس متر متراج میخواد مثلا سه طبقه میخوای بسازی فونداسیونش باید چطوری باشه چناش بندیش مثلا چطوری باشه از چه مساله استفاده بکنید بعد ریزیش به چه باشه زد زلزله باشه تمام اینا بیان شده و بهش میگن امروز مهندسی شده میچیرن میان بالا سریع خب خیلی از ساختمان هایی که فونداسیون درستی نداره از مسائل درست استفاده با یک ضربه ای از بین میره خب حالا من این که میدانم قرار است قدم بگذارم در زندگی بعد از این زندگی دنیا خدا یک محل, محل برحله به من اجازه ده آقا سلمنا تا به ورود به خانه دنیا ما هیچ اختیاری از خودمون نداشتیم درسته؟ قدم گذاشتیم عالم زر اون مراحل چند گانه را سپری،, سپری, کردیم و بعدیم قدم گذاشتیم در دنیا آقا تو 9 سالگی و 15 سالگی هم آقا میگی ما هیچ کاره اما اون تایمی که به سن بلوغ رسیدیم برای من بیان شده آقا باید دینی اختیار بکنی باید در مسیر حرکت بکنی دستورات دینیش اینه 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 چرا برای اینکه تو یک مرحله ای از زندگی خواهی داشت یک مرحله پیش روی تو خواهد بود همین مطلبی که شما در دعای شعبانی بیان کردید اینه که ما منتظر رحمت خداوند متعال هستیم هممون بله نیازمند نیاز. اما همون خدای متع... خداوند متعال بیان کرده یادمی زاد من در دنیا تو را اختیار مختار قرار دادم اختیار بهت دادم که تو بسازی آینده خودت رو ما اگر صحبت کردیم در حال احتضار آدم اون کلام آقا امیر المومنین که چشم اول زبان بند میاد بعد گوش بعد چشم چه اتفاقی میفته میبیند حقوقی که با پایمال کرده قسم مال کرده خدای نکرده وظایف دینی که از برهدش بوده انجام نداده میبیند میفهمه دیگه شوخی نیست تمام تمامش واقعیه دیگه این اون موقع نیست که بگن این حرفها مثلا این این افراد دین اهل دین دارن بیان میکنن کی رفته از اون طرف خبر آورده اما وقتی دید هست بیان میکنه دیگه هیچ کاری از تو بر نمیاد ما حواسمون باشه حالا این حکایت که میخوام نقل بکنم هم در مورد حضرت سلیمان نقل شده هم در مورد حضرت یعقوب نقل شده هم در مورد حضرت خز حالا کتب معتبر از افراد مختلفی نقل شده که این بزرگواران همراه یاران خودشون همراه دوستان خودشون در مسیری میرفتن به یک منطقه تاریکی رسیدن حالا یا غاری بوده یک جایی بوده که بسیار تاریک بوده بعد از این مسیر گذر میکردن که به روشنایی برسن این تاریکی مصداق همین دنیاست تاریکی مصداق همین دنیاست برای. احسن که آقا قدم گذاشتن زیر پاشون یک صدای میومد سوال کردن از بزرگشون که اینا چیه اون بزرگ فرمود که یک سری چیز هست یک سری حالا نگفت اسم نبرد اگر بردارید و اگر بر ندانید بر ندارید در هر دو صورت شما پشیمان خواهید یه سری گفتن که آقا میگه بیکاری ما که زوره که خودمون هم داریم میکشیم چرا چیز دنبال خودمون بردار یه سری گفتن که بابا ما که داریم این مسیر رو میریم حالا چیه میریم آخرش به روشنایی میرسیم ما که میرسیم به روشنایی چون از یک روشنایی به تاریکی رسیدیم تاریکی به روشنایی ظلمت دنیا محل ظلمته میریم روشنایی میبینیم آقا وقتی به روشنایی رسیدن اونایی که برداشتن نگاه کردن دیدن همش دور رومول وارد و جواهر برداشته‌ها حسرت خوردن که ای کاش بیشتر برداشته, برداشته بودیم و اونایی که برنداشته بودن حسرت خوردن چرا بر, بر نداشتیم؟ روز قیامت که از نامهاش یوم الحسرته حسرت ورود به قبر مرگ و قبل ورود به روشنایی است ورود به اون که دیگه می‌بینیم وقایع اصلی این عالم هستی را خب وقتی دیدیم حسرت هاشو میشه ای کاش آبادش کرده بود ای, ای کاش چنان. خانه قبر خودم را وسیعش کرده بودم بابا دستورش بیان فرمودن برای ما حالا ان پارت بعدی عرض خواهم کرد ما اگر در مورد سکرات حرف زدیم در مورد ترسش صحبت کردیم اون لحظه ها و اون ادعیه که بیان کردن که فرمودن رب بس، رب سهل علینا سکرات خودش رو فرمودن راه های فرارش به چه صورت خودشون فرمودن اگر میخوای سکرات مرگت آسان باشه چه باید بکن؟ همه اینها برای ما بیان شده فرصت هست؟ میریم میان برنامه برمیگردیم ادامه رو با هم هستیم شونست. با ما همراه باشید گزار شما هستیم و انشالله که تا اینجا یه موضوع برای ما تلنگری باشه که تا دستمون میرسه تا فکرمون کار میکنه تا زبان اون مشغول به عبادت خداوند متعال ازش خرج بکنیم و انشالله در مسیر خود خداوند متعال به کار بگیریم و بهرش رو ببریم چرا که گفت وقتی اون پدر فوت کرد وسی که از رفقاش بود اومده بود وصیت میت رو انجام بده پسر بزرگتر اومد گفت ببین ما الان هشت تا بچه ایم هممون هم نیاز به اموال پدرمون داریم هشت نفر کجا تا یه نفر بذار یه نفر بسوزه هشت نفر نجات پیدا بکنن یه وقتای این شکلیه فرزندان باقی ماندگان ما کاری برای ما نمی کنن. پس تا فرصت داریم به قول قدیمی ها این زبونه کار میکنه خودت یه عملی انجام بده خدمت زنده باش. خیلی حکایت جالبی بود که مرور خاطرات میکنه که متاسفانه انسان چون فراموش کاره و یادش میره و اون موقعی که سر به زنگاه میرسد یه کاری برنمائید خب ما از سکرات صحبت کردیم و اون اتفاقاتی که برای شخص من یک میوفتد و اگر یادتون باشه هفته گذشته در مورد این مطلب از زبان آقا امیر علی ابن عبی طالب بیان شد که حضرت دو چهاره چشم دردی شده بوده و این چشم درد آنقدر بر حضرت عارض شده بود که به خود میپیچیدن. وجود مقدس پیغمبر خدا وقتی بر بالین آقا امیر قرار گرفتن و حضرت رو به این گونه دیدن سوال کردن در مورد شدت درد عرض کرد که یا رسول الله تا به حال همچین دردی تحمل نکردن خب امیر که آن همه در جنگ ها ضرباتی بر بدنشون وارد شده اون همه سختی هایی که به اینه دیدن وقتی این کلام رو بیان میکنه مستاق این مطلبه که درد شدیدی بوده خب پیامبر فرمودن که پس چه کند آن شخص کافری که ملک الموت با یک سیخ گداخته از آتش بالای سر او خواهد آمد برای کشیدن روح از بدنش در روایت هست آقا امیرالمومنین بلند شدن نشستن شدت درد را فراموش کردن و عرض کردن یا رسول الله بار دوم بفرمایید پیغمبر باز بیان فرمودن سؤال اینجاست که یادم هفته گذشته عرض کردیم پیغمبر از حضرت سؤال کرد که یا رسول الله آیا از امت شما افرادی هستند که گرفتار این مطلب باشند پیغمبر فرمودن آری حاکمی که جور بکنن کسی که مال یتیم را بخورد و نفر سوم کسی که اهل شهادت دروغ باشد خب ما اگر بخوایم تک به تک این موارد را باز کنیم صادقانه به قلب و جان خودمون رجوع بکنیم مصداق بسیار زیادی رو میتونیم مثال بزنیم حکایتهای بسیاری میتونیم به زبان خودمون جاری بکنیم که افرادی که هم مال یتیم خوردن هم حاکم ظالم و جوری بودن حالا ما حاکم رو عرض کردیم که مصداق حاکم هر حکومتی نیست من میتونم حاکم باشم چون حاکم خانواده خودم هستم مدیری شخصیت حالا هر کس سوم که شهادت های دروغ که ما به زبان امروزی میگیم الا ماشاءالله فت و فرامون. حالا من مثال <applause> بازاری عرض کردم خدمت, خدمت بینندگان که بسیار زیاده خب بعضی مواقع دید خیلی افراد جبهه میگیرن آقا تا میای صحبت از مرگ میکنیم همین کی رفته کی گفته چه کی گفته این حرفا درسته بعضی ما خود جبهه نگیریم و را به اینه ببینیم و دیدیم اون افرادی که مال یتیم خوردن تو همین دنیا چه اتفاقاتی بله سلمنا خیلی از افراد مال یتیم خوردن یابم روش هیچ مشکلی هم براشون پیش نمیاد از دنیا هم رفتن ولی اونایی که حداقل عذاب دیدن تجربه بله تجربه باشه و ما مثالش رو هفته گذشته در مورد اون دو تا حاکم زدیم بله بحث حکمت خداوند متعال مد نظر داشته باشیم اگر من خدا رو حکیم بدانم علیم بدانم قادر بدانم تابعم هر چه کرده است هر چی میکند برای من باید به عینه تبدیل بشه به باور که هر چی کرده است خیر اون شخص اگر کافر باشد خیر اوست اگر یعنی مؤمن باشد, باشد خیر اوست دنیا محل تدریسه ما الان شاگردیم یادمون نره آقا ما الان سر کلاس درسی نشستیم 124 هزار پیغمبر اومدن گفتن بگو آه قول لا اله الا الله توفل سلام گفتیم بگو به اشهد ان محمد رسول الله اللهم صل علی محمد و آل گفتیم بگو مثلا فه اشهد ان علی ولی الله بگو آقا جون عدل خداوند متعال بگو معاد بگو آقاش کلاس درسی شاگرد نمونه اون کسی است که در این دنیا تو روایت بیان فرمودن که آقا اهل خیر باشه اهل نیکی باشه اهل بر باشه اهل گرفتن دست مؤمن حالا مؤمن ملاک نیست حالا روایت متعدد تو این وادی است دست کسی که گرفتاره رو بگیره هلید. مشکل شخص مسمندی رو بر طرف بکنه یه دو دو تا چارتای ذهنی بکنیم خدا کلی از این هفت میلیارد جمعیت روی این کره خاکی کدوماش اگر در سلام هزارات محسومی آقا اونا که سلام نا تابه نه ملاکم ملاک دینی افراد نیست ملاک گفتار من نمیخوام بگم مسیحی یهودی مسلمان شیعه سنی یه سوال میخوام یه رجوع بکنیم کدوم افراد و این شاگردانی که تو این دنیا هستن و دارن درس میخونن مثلا درس دارن میخونن کدومشون تو این دنیا صادقان مشکل یک شخصی رو بدون منت برطرف میکنه خیلی بندکن دیگه. و ابواب رحمت الهی بر سر اون افراد بارش باریدن خواهد این مقوله دنیاییشه خب بعضی ما سوال پیش میاد که حالا بحث جویش کاری نداریم آقا چرا مثلا فلان منطقه اینقدر بارش هست چرا اینقدر باران میاد مگر نمیگید که اگر دست به دعا بشین باران میبارد یه رجوع به خودمون بکنیم ببینیم چقدر دست نیازمندی را گرفتیم چقدر اهل کمک بودیم چقدر مساله فرستادیم خودمون یه حسابگری بکنیم اصلا چقدر ما توی این مسیر ما پارت اول صحبت از مساله بود یادمون نره وجود مقدس آقا هم میدن مهم فرمودن که وقتی پیغمبر خدا به معراج تشریف بردن دیدن که یک سری دارن میسازن یک سری بیکار یک سری هم دارن خراب میکنن سوال کرد که جبریه پس اینا دارن میسازن اینا بیکار نشستن اینا چه قضیه ارز کرد که یا رسول الله اینها مصالحی است که خود شخص مؤمن و شخص اهل ایمان میفرستد وقتی فرستاد میسازن وقتی نفرستاد بیکارن و وقتی خراب کرد کار معصیتی انجام داد خراب میکنن داستان اون باقی که با یک آتشی نابود شد در قرآن بیان شده که تو تو برادر بودن اهل خیر بوده که شون اهل شر بود بینه دیده این خب وقتی من مساله میدونم و وقتی رحمت خدا را میدانم سوال من این بود که آقا تو این کلاس تو این دنیا کیام انسانن حالا تو اون مرحله امتحان بحث فرق میکنه حالا که میای تو امتحان ببینن خب کیا درسشون رو خوب خوندن و کیا باور دارن دیدی خیلی یا کار خیر میکنه از اون طرف دزدی میکنه آره داستان آقا امام صادق که میمدن پیش به آقا امام خیلی زیباست این کایت که اوساف یک شخصی رو میگفتن یابن رسول عجب آدم خیر همش دستش به خیره چه انسان با وقار و با وفایی حرف های از این حرف آقا به دنبال این شخص گفتن کیه معرفش کردن به دنبالش حرکت کردن حالا اومد توی مسیری به نوبای که رسید تا دید نوبای حواسش جمع نیست دو تا نون برداشت به بقالی که رسید یه مقدار مثلا خوراکی برداشت ببینید فروشی رسید یه سری دیگه برداشت حضرت به دنبالش رفتن دیدن به یک جایی رفت که یک سری از فقرا بودن داد همم خدا خدا پدر و مادر چه دست خیری داری تو چه اهل خیری تو حضرت دنبالش اومدن به درب خانه رسیدن سوال کردن که فرمودن که فلانی من الان از تو یک اعمالی رو دیدم و خیلی از اوصاف تو رو بیان میکردن خیلی اما من چیز دیگه دیدم و شما حضرت فرمود من جعفر ابن محمدم گفت ابن رسول الله باور نداشتم این گونه جهل و نادانی در شما حضرت توسم کردم خب چیه قضیه اگر که ما جاهلین بگو تا بفهمیم گفت <تصفح> مگر شما قرآن نخونده اید چرا قرآن از ماز گفت مگر خدا نفرموده که اگر کسی کار خیری بکند ده برابر به او ثواب خواهم داد بله خواهم. اگر اهل معصیت باشد یک معصیت بله خب من چهار تا چیز مثلا دوزیدم چهار میشه چهار تا اونطور که چهارتا تا میشه چهلتا تا چهار تا رو از چل کم کنم الان سی و شیش کار خیلی گیرم سوابم داره من, من پره. کنه هم پره حضرت توسل کردن فرمودن شروطش بخون اگر تو از قرآن برای من بیان میکنی خداوند متعال میفرماید که شروطی داره اگر بخوام قبولش بکنم خیلی افراد اهل خیرن اهل کارن اما متاسفانه فرق میکنه و درست نیست خب من وقتی که قرار است توی این مسیر حرکت بکنم بدانم قرار است وارد خانه قبر بشوم و اینکه اولین مرحله سکرات مرگ است این شرایط را دارد حالا میخوایم نجات پیدا بکنیم آقا راهکار اگر برای نمی کنید که راهکار به ما فرمودن برای کلام اهل بیت اسمت و طهارت است وجود مقدس آقای امام صادق دو تا دو تا مطلب رو بیان فرمود اگر میخواهید که سکرات مرگ بر شما آسان شود یک سله رحم دو باز که اخوان حالا تو این ایام زیبای نوروز <تصفح> همینه حالا جدا از اون چشمان، چشم هم چشم ها و اون سختی ها و اون تدارکاتی که خیلی افراد رو به مزیقه انداخته بله وادار میکنه فرد را که اون وقتی افراد میان با سختی خوش آمدگویی بکنن چون به تبعش اون وضع اقتصادی و مشکلاتی که وجود داره و داشته و خواهد داشت و انشاءالله به وجود مقدس آقا زمان حل بشه اینش. دوم نیکیه پدر و مادر اگر میخوایم که تو اون حالت سکرات و اون حالت احتضار و اون حالت سختی که دست به دعا شدیم که خدایا ما را از این حول عظیم نجات بده رهایی پیدا بکنیم و راه بر ما آسان بشود یکیش سره رحم است و دومی نیکی به پدر و مادر که اگر بخوایم مستاق بارز نیکی به پدر و مادر رو بیان بکنیم همون داستانی که وجود و مقدس پیغمبر خدا بالای سر جوانی قرار گرفته حضرت هر چه فرمودن بگو لا اله الا الله نتونست بگو لا الله نتونست بگه بعد سوال فرمودن که آیا این شخص مادری ای دارد؟ خانم پیرم پیرزنی اونجا استاده بود از کرد که برای یا رسول الله من مادر او هستم فرمودن آیا راضی نیستی از این جوان گفت نه شش ساله که با او صحبتی نکرد چرا مادر. ما راضی هم از مادر اون مادر حضرت فرمودن که به خاطر من پیغمبر از او راضی شد بس که راضی شدم به خاطر پیغمبر خدا و خدا هم از او راضی باشه حضرت فرمودن بگو لا اله الا الله جوان تونست بگو لا اله بعد پیغمبر خدا بر زبان بله زبان قفل میشه پیغمبر فرمودن که سوال کردن از جوان که چه میبینی؟ گفت یا رسول الله الان دو شخص بسیار کریه المنظر قبیه المنظر ترسناک دارن میان سمت من که گلوی مرا بگیرند و بفشارند یکی از ادعیه‌ای که همیشه بیان کردن بخوانیم اینه بسم الله الرحمن الرحیم یا من یقبل الیسیر و عن الكثير اقبل من, من ال... من من الیسیر و عن الكثير خدای اعمال کمه گناهان من زیاد تو قفوری تو رح... رحیمی بپذیر این کم مرا و زیاد گناهان مرا چشم پوشی بکن تا این مطلب را از کلام پیغمبر شدید و به زبان جاری کرد حضرت فرمودن که چه میبینی؟ حالا چه می گفت که اون دو شخص کریه المنظر رفتن و دو شخص بسیار نورانی آمدن و بر من نزدیک شدن و سلام و درودی فرستادن و دیگه بیان شده که این شخص خیلی راحت از دنیا رفت با یک رضایت مادر اگر میخوایم سکرات مرگ چون مثالی که زدید در مورد اون پدر بله که معروف هست ما حواسمون باشه پدر و مادر در عالم برزخ هم دستشون بازه هم برای آق کردن هم برای دعا کردن و همین که آقی اگر فرزندان خودشون در دنیا کرده باشن آق را برمیدارن دستشون بازه اینقدر این مسئله امام مسئله احترام پدر و مادر بالاست که همه ما داستان پیغمبر خاتم را شنیدیم که وقتی سوال کردن که یا رسول الله چرا خداوند متعال در طفولیت فر پدر و مادر شما را از شما گرفت مفصل است که حضرت فرمودند باب رسالت سنگین ولی بالاتر از آن اطاعت، باب اطاعت از والدین من خداوند متعال بیان فرمودن که دیدم پیغمبر من تحمل این دو بر تو سخت است پس تو را در زمان نمیشه. یتیم کردم که رسالت فقط بر دوش تو باشد پیغمبر من اگر میخوایم آسان باشیم راه های بسیاری هست مثلا در روایت بهم به شده حالا فرصت چه دیگه داریم واسه ما دو دهید. روایت از کلام امام صادق است که سوره یاسین بخواند سوره صافات بخواند کلمات فرج را به زبان جاری بکنند ما یکی از روزهای آخر ماه رجب را روزه بگیرد که این باعث میشه که سکرات مرگ و رو آسان بشه چند روز در ماه رجب را روزه بگیرد اگر بخوام تیتروار بیان بشه که الا ماشاءالله است اما برای ما بیان شده اگر از سکرات مرگ میترسید و سکرات مرگ برای تو هولی در دل و جانت انداخته راه های فرار برای تو میسر است به شرطی که انسان معتقد باور داشته باشد که مرگی هست. همشت. الان من خودم میگم برای خودم من نشه الان بسم الله الرحمن الرحیم خب حاج آقا خوبین آقا خوبین این است و این است و این است و این است خدا شما تا هفته ای بعد یادم بره که آقا صحبت مرگ معاد زندگی تدبری در این گفته ها باید هم تدبر هم به یادمون باشه به یادمون باشه به اینکه مرگ به احد و ناسی فرصت نخواهد رحمش رحمی نخواهد شما نگاه بکنید چقدر منوف دارن الان میدن که آقا حواستون باشه نمیان بگن آقا جون این آقایی که این عزیزی که این بزرگواری که این خواهری که این مادری که این پدری که در اثر این بیماری از دنیا رفته بابا جزء مسلمات زندگی این شخص بوده که پایان عمر این شخص در این تایم باشه این جزء زندگیمون داشته باشیم که یک زمانی بالاخره ما قرار شخص حالا کرونا وسیله است بله. اگر باشد کرونا وسیله است آقا تصادف وسیله است بحث عجل معلق و عجل مسما رو ما قبلا خیلی صحبت بله کردیم چندین جلسه اینا وسیله است مرگ من بیاید تمام وسایلش هم هست حالا خوشا به سعادت اون افرادی که جزء مؤمنینن اینا بینندگانی که عزیزی از دست دادن و من خدمتشون عرض بکنم سخته از دست دادن عزیز علا خصوص به این سبک و به این سیاق این بیماری که الان بینه میبینیم یک دلخوشی تو روایات بیان شده مؤمن و شیعیان امیر المونین علی ابن عبی طالب جدای از گرفتاری های در حال مرگ دوچار بیماری میشوند سختی و گرفتاری تحمل میکنند که قبر و مراحل بعد را آسان سپری بکنند پس ارزش داره دلمون شاد بشه به این مطلب که این سختی چند ماه و این چند روزه ای که عزیزی تحمل کرده و از دنیا رفته آماده سازی بوده است برای راحتی پیش در نیاز مقدم خانه قبرشون و اون مراحلی که تازه ما مرحله اولش هنوز عدیلم نرسیدیم بعدش دیگه مرگ و خدا به خیر خیلی ممنون و شکر انشاءالله که تلنگوری میشه برای خود ما اول همه به عنوان گویندگان این مباحث و بعد هم برای شما و رسالت ما بر این است که روشنگری بکنیم خیلی از مسائلی رو که کمک میکنه به آسایش فکر و ایمان و عقیده خیلی ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید و برنامه امروز چهارشنبه رو هم دیدید براتون سلامتی رو آرزو میکنم و اون انشالله تندرست باشید تا یک برنامه و سلام دیگه یا علی مدد